واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در تهران که به کشته و زخمی شدن ده‌ها دانشجو منجر شد، امروز با واکنش اعتراضی دانشجویان و اولیای آنان در مقابل این دانشگاه روبرو شد که خواهان برکناری مقامات و برخورد با بی‌اعتنایی به ایمنی دانشجویان بودند. همکارم بابک راد گزارش می‌دهد. دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در تهران امروز با حضوری گسترده در محافظه این دانشگاه، ضمن همدردی با دانشجویان مصدوم و کشته شده، با سر دادن شعارهای خواهان برکناری علی اکبر ولایتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شدند. در این تجمع گسترده دانشجویی حضور جمعی از والدین دانشجویان کشته شده چشمگیر بود. صحبت‌های مادر نیلوفر رادمهر، یکی از دختران کشته شده در تصادف اتوبوس در جمع دانشجویان معترض، واکنش حاکی از تایید حاضران را در بر داشت. نه، بچه‌های ما، شهدای علمند. پشت من وایسید، این انتظار ازتون دارم. از همتون. منو تنها نذارید. صحبت‌های این مادر داغ دیده بلافاصله در شبکه‌های مجازی نقل شد و کاربران توییتر با هشتگ منو تنها نذارید خواستار حمایت از مادران و پدران دانشجویان کشته شده شدند تا در مسیر رسیدگی به پرونده فرزندانشان تنها نباشند و به دست فراموشی سپرده نشوند. در اعتراضات امروز دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شعاری سر داده میشد که در اعتراضات سال گذشته ابتدا در نماز جمعه اصفهان سر داده شده بود و سپس به نمادی از اعتراضات فراگیر کشوری مبدل شد. استفاده از واژه شهید برای دانشجویان کشته شده در حادثه اتوبوس هم واکنش دیگر از سوی دانشجویان و هشداری به مقامات برای پیگیری وضعیت کشته شدگان بود. عدم رسیدگی به سرویس‌های حمل و نقل دانشگاه و بی‌توجهی به ایمنی دانشجویان از جمله اعتراضات والدین داغدار بود. این ماشین ماینه بکنه، ببینید ترمزش سالمه، لاستیکش سالمه. آقای مسئول، یک سوال دارم. در 40 سال گذشته که امثال احسان من خیلی کشته شدن، یه نفرتون بلند شین بگید یه دونه از بچه‌های شما تو این ماشینا بودن؟ یه دونه. در همین حال بر اساس گزارش‌ها دانشجویان دانشگاه آزاد در اقدامی هماهنگ مراسم ترحیم رسمی برگزار شده توسط دانشگاه برای دانشجویان فوت شده را تحریم کرده بودند. اما علی اکبر ولایتی رئیس دانشگاه آزاد که تاکنون به حادثه واکنشی نشان نداده است در این مراسم حضور داشت. بابک راد، صدای آمریکا.